اینجا پوکی جاده شخصیت نوشته دیوید بروکس و امید کرمپور. جاده شخصیت نوشته دیوید بروکس و ترجمه جناب آقای امید کرمپور، چاپ هفتم. پیشگفتار مترجم درباره نویسنده. دیوید بروکس یک نویسنده منتقد و تحلیلگر تحسین شده است که عموماً به خاطر سابقه طولانیش در قلم زدن برای نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، واشنگتن تایمز و نیوزویک و نیز مواضع راستمیانه شهرت داره. در طول سالهای فعالیت بروکس همواره نسبت به تغییرات فکری، فرهنگی و اخلاقی در جامعه امریکا و نیز در جامعه جهانی حساس و دغدغه‌مند عمل کرده. در آثار پیشینش او به موضوعاتی چون اخلاق، روابط انسانی، مصرف‌گرایی، بچه‌ها، دکمه، کوکی، لونا یه لحظه من رو بخشید. شما این پد نباید جمع بکنید. ای باری کلا خیلی عزم. از جمله آثار مشهور او در آثار پیشینش او به موضوعاتی چون اخلاق، روابط انسانی، مصرفگرایی، ظهور طبقات اجتماعی تازه در دوران جدید پرداخته و همواره با دیدی جامعه نگر و گسترده به جستجوی ریشه های بنیان های فکری و اخلاقی فعلی جامعه انسانی و ضعف های پیدا و پنهان اونها رفته. از جمله آثار مشهور و موفق او حیوان اجتماعی، انتشار یافته در سال 2011، که در اون بروکس با محوریت بخشیدن به تنهایی انسان و میل اون به تعلق داشتن به کنکاش در سرچشمه های عشق، احساس و شخصیتی قدرتمند در زندگی انسان معاصر می پردازد. در جاده شخصیت بروکس با به کمال رساندن روی کردی که در کتاب پیشین اتخاذ کرده بود و افزودن نقاط قوتی به راهبرد روایی‌اش، از جمله جایگزین کردن شخصیت‌های خیالی و فرضی کتاب پیشین با افراد حقیقی و شخصیت‌های سرشناس، تحسین و تایید منتقدان را به خودش جلب کرده. اما درباره کتاب، جوهره و فلسفه بنیادین جاده شخصیت دعوت خواننده به عنوان عضوی از جامعه بشری به تجدید نظر در نگاهی است که به خیشتن دارد. بروکس ما را به نگاهی دوباره به سویه فراموش شدمون فرا می‌خواند و در این راه فروتنی را
به عنوان صفتی کلیدی برمی شمارد و این نه صرفاً به معنی فروتنی پیشه کردن در برابر دیگر مردمان، که به معنی پذیرش درونی ضعف‌ها، کاستی‌ها و نقصان‌هایی است که بخشی ناگزیر از ذات آدمی محسوب می‌گردند و هر انسانی برای دستیابی به شخصیتی قدرتمند و تزلزل ناپذیر نخست نیاز دارد که این ضعف‌ها را به رسمیت بشناسد و سپس به مواجهه با آنها برخیزد. کتاب حاضر اگر قرار باشد با اتکا به توضیحی چند صفحه‌ای از محتوای آن و یا تبرق سرسری آن مورد قضاوت قرار گیرد، ممکن است برای بخشی از مخاطبان کهنه و کسالت‌آور جلوه کند. با پیش‌فرضی بدبینانه و منتقدانه به نظر می‌رسد کتاب، نویسنده کتاب لحنی موعظه‌گونه داره و تلاش میکنه مشتی پند و اندرز کلیشه‌ای به خوانندگان بد اقبالش غالب کنه. اما به اعتقاد نگارنده این سطور، تکراری و حتی کلیشه‌ای بودن یک مفهوم یا مطلب مستقل از میزان درستی، سودمندی و ارزش اونه. این نکته کلیدی به ویژه زمانی اهمیتی چند برابر می‌یابد که میزان تأثیر و کارآمدی آن مسئله کلیشه‌ای در زمانی بحرانی رخ نشان دهد. مانند توصیه های ایمنی ابتدای پرواز که هر بار به شکلی کسالت‌بار توسط خدمه ی هواپیما با بیمیلی توضیح داده میشه و مسافران عموماً با بی‌حوصلگی از اون روی برمیگردانند. اما در موقعیت نادر و کمیاب بروز فاجعه است که اهمیت آنها آشکار می شود و در این شرایط که به معنی واقعی کلمه پای مرگ و زندگی در میان است، با اتکا به همین راهکارهای کلیشه‌ای امکان نجات و رهایی وجود خواهد داشت. از این منظر کتاب بروکس در حکم گوش زد کردن دوباره مجموعی از ارزش‌های کهن بشری به عنوان راه حلی برای شرایط شبه بحرانی امروزی انسان است. او انسانیت به عنوان یک صفت مثبت را در خطر زوال و انقراض می‌یابد و می‌کوشد به خواننده‌اش گوش زد کند که آنچه تمدن بشری را به رغم انحراف‌های مقطعیش در طول تاریخ امروز بدین جا رسانده، مجموعه‌ای از اصولی است که ما انسان‌های امروزی بدون آنکه توجیه و دلیل داشته باشیم قصد داریم به دورشان بیاندازیم. بروکس در روایت خیش از ضعف‌های بنیادین بشر به نحوی خردمندانه در هر فصل از کتاب مثالی میاره که روی هم رفته مجموعه ای از اشخاص رو شامل میشه که طیف گسترده ای از نظر دوره تاریخی، نژاد کوکی بیا ببینم چیه دکمه؟ چی کام میکنی؟ دکمه چی شده بابا؟ بیا کوکی عزیزم، چیه لونا؟ چتونه شما؟ یواشتر بابا جان، یواش بابا، کوکی یواش، برید. نخورید همدیگر رو، برید بازی کنید.
برید بازی کنید. خب از ابتدای پاراگراف: بروکس در روایت خیش از ضعف‌های بنیادین بشر به نحوی خردمندانه در هر فصل از کتاب مثالی میاره که روی هم رفته مجموعه ای از اشخاص رو شامل میشه که طیف گسترده ای از نظر دوره تاریخی، نژاد، مشغولیت، جنسیت، روی کرده به مذهب و ویژگی های اخلاقی رو تحت پوشش قرار میدن. بدین ترتیب اون با طرح این مثال ها الگوهای متعدد در مردود ساختن قضاوت های عجولانه پیش دستی میکنه، چرا که نشون میده برای برخورداری از یک شخصیت قدرتمند فرضاً نیازی به نمایندگی کردن از یک دیدگاه اخلاقی مبتنی بر مذهب یا بر ضد اون نیست. جاده شخصیت همان گونه که بروکس در نتیجه گیری پایانی خود به اون اشاره میکنه، برای هر فرد ممکنه جاده‌ای منحصر به فرد با چالش‌های متفاوت باشه، اما پیمودن اون و غلبه بر این چالش‌ها پایبندی به اصولی اساسی رو طلب می‌کنه که در اغلب موارد با همدیگه مشترکن. اون همچنین در این مورد به شکلی بی‌سابقه و بدی انگوش بر روی یکی از بحران‌های هویتی و ذهنی انسان امروزی می‌گذاره و به ما یادآور میشه که تصویری که هر یک از ما سعی داریم از خود به باقی جهان مخابره کنیم، حتی در صورت درست بودنش، اساساً به بخشی از زندگی ما مربوط میشه که فاقد اهمیت، فناپذیر و کم ارزشه. چرا که پس از ما کسی به خاطر نخواهد آورد که ما از خاور دور تا جنگل‌های آمازون را از نزدیک دیدیم و دارای چند مدرک دانشگاهی هستیم و چقدر غذاهای خوشمزه در طول عمرمون خوردیم و گویا تصادفاً از بیشترشون هم عکس گرفتیم. اما درباره ترجمه: با وجود جهان شمول بودن موضوع و مخاطبان این کتاب، بروکس از ادبیات، فرهنگ، تاریخ و جامعه امریکا برای توضیح مفاهیم مثال میزنه و بر این اساس گفتار اون و نیز عمده ارجاعات و منابع مورد الهامش امریکایی هن. به این معنی که در فرهنگ و ذهنیت مردم اون کشور ریشه دارن. بدیهیست انتقال کامل این مفاهیم زبانی، این مفاهیم زبانی و فرهنگی که برای خواننده فارسی زبان ناآشنا هستند، در ترجمه با دشواری مواجه بوده. با این وجود تلاش شده با برگرداندن عبارات به نوعی که ضمن حفظ مفهوم اصلی برای خواننده ایرانی نیز قابل درک باشه و نیز هر جا که لازم دیده شد با بهره‌گیری از پانویس ها بر این مشکل تا جای ممکن غلبه بشه. همچنین برای تعدادی از واژه‌ها و ترکیباتی که مکررن در متن اصلی استفاده شده، برابرهای فارسی که به طور کامل و مؤثر رساننده معنا باشند به دشواری یافت میشه. مهمترین نمونه از چنین واژه‌هایی کلمه کاراکتر که از جمله در عنوان کتاب نیز اومده و بنابر اهمیتش در انتقال مفهوم و پیام این کتاب لازمه توضیحی مختصر در مورد اون داده بشه. برابر این واژه در فارسی یعنی کلمه شخصیت در دو شکل معنایی استفاده میشه که یکی دارای معنی خونسا و فاقد ارزش‌گذاری و دیگری حامل معنی مثبته. مانند وقتی که میگیم فلان فرد با شخصیته، یعنی دارای مجموعه ای از صفات ویژه است. با این توضیحات تقریبا در تمامی مواردی که
کلمه شخصیت در متن این کتاب اومده، مراد شکل دوم معنایی اون در زبان فارسیه. بچه ها لونا 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 پیشگفتار آدم شماره دو اخیراً مدام به تفاوت میان فضیلت‌های روزمره‌ای و فضیلت‌های ستایش نامه‌ای فکر می‌کنم. فضیلت‌ها با صفات نیکوی رزومه‌ای اونهایی هستن که شما در رزومتون درج میکنید، توانایی هایی که با خود به بازار کار میارید و به موفقیت بیرونی شما کمک میکنه. فضیلت های ستایش نامه‌ای اما اونهایی هستند که پس از درگذشتتون و به هنگام تشییعتون یا در مراسم یادبودتون در مورد اونها صحبت میشه، یعنی صفاتی که هسته وجودی شما رو شکل میده، خواه مهربان، شجاع، درستکار یا وفادار باشید و اینکه شما چه نوع رابطه هایی ایجاد کرده اید. احتمالاً بیشتر ما میخواییم که فضیلت های ستایش نامه‌ای مهمتر از فضیلت های احتمالاً بیشتر ما خواهیم گفت که فضیلت های ستایش نامه‌ای مهمتر از فضیلت های رزومه‌ای هستن. اما اعتراف میکنم که من خود زمان بسیار بیشتری از عمرم رو صرف فکر کردن به دومی کردم تا اولی. توجه سیستم آموزشی ما بیش از فضیلت های ستایش نامه‌ای به فضیلت های رزومه‌ای معطوفه. گفتمان های عمومی همچون توصیه هایی که برای بهبود و ارتقای رفتار در مجلات منتشر میشن و یا کتاب های غیر داستانی پرفروش نیز همه به این گروه از فضیلت ها و صفات مثبت توجه دارن. بیشتر ما راهبرد هایی به مراتب روشن‌تر برای رسیدن به موفقیت حرفه‌ای داریم تا برای ایجاد یک شخصیت مستحکم. کتابی که من در اندیشیدن به این دو گروه از فضیلت کمک کرد، مرد تنهای ایمان نوشته روحانی یهودی جوزف سولوویچیک در سال 1965 بود. سولوویچیک به این نکته اشاره می‌کند که در کتاب پیدایش از کتاب مقدس دو روایت از خلقت وجود داره و استدلال میکنه که این دو روایت دو سویه متضاد سرشت ما رو نمایندگی میکنن، سویه هایی که اونها رو آدم یک و آدم دو مینامه. با اندکی به روز رسانی در آنچه سولوویچیک گفته میتونیم بگیم که آدم یک سویه شغل محور و جاه طلب سرشت ماست. آدم یک آدم بیرونی و رزومه‌ایه. آدم یک میخواد چیزها رو بسازه، خلق کنه، تولید کنه و کشف کنه. اون میخواد جایگاهی بلند مرتبه داشته باشه و پیروزی‌هایی پیاپی به دست بیاره. آدم دو آدم درونیه. آدم دو میخواد تجسم بخش صفات اخلاقی مشخصی باشه. آدم دو میخواد یک شخصیت درونی متین و احساسی توأم با آرامش و در این حال محکم نسبت به راستی و نادرستی داشته باشه و نه تنها کارهای خوب بکنه که خودش هم
خوب باشه. آدم دو میخواد صمیمانه عشق بورزه، برای خدمت رسوندن به دیگران از خود گذشتگی کنه، در فرمان برداری از یک حقیقت برتر زندگی کنه و روح درونی منسجمی داشته باشه که خلق کردن و احتمالات پیش روی خیش رو ارج بنهد. در شرایطی که آدم یک میخواد دنیا رو فتح کنه، آدم دو میخواد به ندایی که اونو به نجات دنیا فرا میخونه پاسخ مثبت بده. آدم یک خلاقه و طعم موفقیت‌هاش رو میچشه. آدم دو اما گاهی اوقات به خاطر هدفی والاتر موفقیت و جایگاه دنیوی رو رد میکنه. آدم یک میپرسه که چیزها چطور کار میکنند، در حالی که آدم دو از این میپرسه که چیزها چرا وجود دارند و در نهایت این که چرا ما اینجا هستیم. آدم یک میخواد به پیش بتازه، در حالی که آدم دو میخواد به ریشه های خیش برگرده و طعم یک غذای گرم رو همراه خانواده بچشه. آدم یک موفقیت آدم یک موفقیت است و آدم دو زندگی رو به عنوان نمایشی اخلاقی تجربه میکنه. شعار اون نیکوکاری، عشق و رستگاری است. شعار آدم یک موفقیت، شعار آدم دو نیکوکاری، عشق و رستگاریه. سولوچیک عنوان میکنه که ما در میان تضادی که بین این دو آدم وجود داره زندگی میکنیم. آدم شکوهمند بیرونی و آدم فروتن درونی کاملا با یکدیگر آشتی پذیرند. ما تا ابد در چنین شکلی از تضاد با خود گرفتاریم. از ما خواسته میشه که هر دوی این شخصیت ها رو پرورش بدیم و باید این هنر رو داشته باشیم که همیشه در کشمکش میان این دو سرشت زندگی کنیم. باید اضافه کنم که قسمت دشوار این مواجهه اینه که آدم یک و آدم دو اساساً با دو منطق متفاوت زندگی میکنن. منطق آدم یک، آدم خلق کننده، سازنده و کشف کننده است. منطقی سرراست و فایده نگرانه. منطق اون منطق اقتصاده، ورودی به خروجی منجر بشه، تلاش به پاداش ختم بشه، تمرین موجب کمال بشه و منفعت شخصی خودش رو دنبال میکنه. بهره خودت رو حد اکثر کن، نتیجتاً این که دنیا رو شگفت زده کن. منطق آدم دو اما عکس اینه. منطق اون یک منطق اخلاقیه، نه اقتصادی. باید ببخشی تا بگیری، باید در برابر چیزی بیرونی، باید در برابر چیزی بیرون از خودت تسلیم بشی تا بتونی قدرتی درونی کسب کنی. باید بر خواسته هات غالب بشی تا اون چیزی رو که آرزوشو داری به دست بیاری. موفقیت به بزرگترین شکست ها ختم میشه که همانا غروره. شکست به عظیمترین موفقیت ختم میشه که همانا فروتنیه و آموختن. برای اینکه خودت رو اجبار کنی، باید خودت رو فراموش کنی. برای اینکه خودت رو اجابت کنی، باید خودت رو فراموش کنی. برای اینکه خودت رو پیدا کنی، باید خودت رو گم کنی. برای رشد مسیر حرفه‌ای آدم یک،
طبیعیه که نقاط قوت خودش رو پرورش بده برای رشد هسته اخلاقی آدم. دو، لازمه که ضعف‌های خودش رو باهاش روبرو بشه. اما جانور موزی، ما در فرهنگی زندگی میکنیم که زمینه رشد آدم یک، آدم بیرونی رو فراهم میکنه و آدم دو رو نادیده میگیره. در جامعه زندگی میکنیم که مدام تشویقمون میکنه که به این فکر کنیم چطور میتونیم مسیر حرفه‌ای موفق تری داشته باشیم، ولی در مورد اینکه چطور میتونیم حیات درونی خودمون رو پرورش بدیم سخنی نمیگوید. رقابت بر سر موفقیت و جلب ستایش دیگران آنچنان شدیده که حالتی صرفاً مصرف کننده یافته است. بازار مصرفی ما را ترغیب می‌کنه که بر اساس محاسبات فایده نگرانه زندگی کنیم، امیال و خواسته های خودمون رو ارضا کنیم و اصول اخلاقی رو که در تصمیمات روزمرمون دخیلند نادیده بگیریم. سر و صدای ارتباط های پرشتاب و سطحی موجب گشته که شنیدن صداهای خفیفتری که از ژرفاها بیرون میان سخت‌تر بشه. ما در فرهنگی زندگی میکنیم که به ما میآموزه چطور خودمون رو تبلیغ کنیم و چطور مهارت‌هایی رو که برای موفقیت لازمه مدیریت کنیم. اما هرگز ما رو به فروتنی، همدلی و رویارویی بی‌پرده با خودمون که برای ساختن شخصیتمون ضروری‌اند ترغیب نمی‌کنه. اگه شما صرفاً آدم یک باشید، به یک جانور موزی تبدیل خواهید شد. یک موجود حیله‌گر که فقط به فکر منافع خودشه. موجودی که در قواعد بازی چیره دسته و اساساً هر موقعیتی رو به یک بازی تبدیل می‌کنه. اگه این تمام اون چیزی باشه که در دست دارید، پس طبیعیه که زمان زیادی رو صرف پرورش مهارت‌های حرفه‌ای خود کنید. اما ذهنیت روشنی نسبت به سرچشمه‌هایی که به زندگی معنا می‌بخشند نخواهید داشت. بنابراین هرگز نخواهید دانست که کی و کجا باید توانمندی‌های خود رو وقف دیگران کنید و چه مسیر حرفه‌ای برای شما بهترین و برترینه. سالها خواهد گذشت و عمیق‌ترین قسمت‌های وجود شما کشف نشده و آشفته باقی خواهد ماند. شما بسیار درگیر کارهاتون هستید، اما یک تشویش مبهم همواره با شماست که چرا زندگیتون هنوز به معنا و مفهوم غایه خود نرسیده. شما با یک حس کسالت ناخودآگاه زندگی میکنید، از ته دل عشق نمیورزید، حقیقتا به اهدافی اخلاقی که به زندگی ارزش زیستن میده دلبستگی ندارید. در این شرایط شما فاقد معیارهای درونی برای تعهدهای تزلزل ناپذیر هستید و هرگز به ثبات درونی نمیرسید. مرتبه ای از درستکاری که در برابر مخالفت سایرین یا سرخوردگی های شدید تاب تحمل داشته باشه. شما خود رو مدام در حال انجام کارهایی میبینید که دیگران با اون موافقند، فارغ از این که این اعمال از نظر خود شما درستند یا نه. به طرز احمقانه دیگران رو به دلیل توانایی هاشون و نه به خاطر ارزش هاشون قضاوت میکنید.
شما راهبرد مشخصی برای ساختن شخصیتتون ندارید و بدون اون نه تنها حیات درونیتون بلکه زندگی بیرونیتون سرانجام از هم فرو می پاشه. این کتاب به آدم دو می پردازه و درباره اینه که چطور برخی و درباره اینه که چطور برخی من ذهنم تو پاراگراف قبلی هنوز. بذار یه بار دیگه بخونیم. به طرز احمقانه دیگران رو به دلیل توانایی هاشون و نه به خاطر ارزششون قضاوت میکنید. به دلیل توانایی هاشون و نه به خاطر ارزششون. شاید یه وجود مثلا بگیم به طرز احمقانه ای دیگران رو به دلیل توانایی هاشون و نه به خاطر ارزش وجودیشون قضاوت میکنیم. شاید این بهتر باشه. ممکنه ذهنم اینجا گیر کرده بود. شما راهبرد مشخصی برای ساختن شخصیتتون ندارید و بدون اون، بدون شخصیت، نه تنها حیات درونیتون بلکه زندگی بیرونیتون هم سرانجام از هم فرو می پاشه. این کتاب به آدم دو میپردازه و درباره اینه که چطور برخی از آدم ها تونستن برای خود شخصیتی قدرتمند به وجود بیارن و بپرورونن. در مورد ذهنیتیه که خیلی از مردم اختیار کردن تا یک شخصیت درونی مستحکم بسازن و دلهاشون از فرزانگی لبریز بشه. باید صادقانه بگم که من این کتاب رو نوشتم تا روح خودم رو نجات بدم. من با کششی ذاتی به سطحی نگری متولد شدم. اکنون به عنوان یک تحلیلگر و ستون نویس کار میکنم. من پول میگیرم که یک آدم پرحرف خودشیفته باشم که نظراتم رو به سوی دیگران پرتاب کنم، که بیش از آنچه به خود اطمینان دارم خود را مطمئن جلوه بدم، خود را باهوشتر از اون چیزی که هستم بنمایانم و از آنچه واقعا هستم معتبرتر و دقیقتر به نظر برسونم. در مقایسه با بیشتر آدم ها من باید به مراتب بیشتر تلاش کنم تا به ورطه بیمایگی و نخبت سقوط نکنم. من همچنین متوجه شدم که مانند بسیاری از آدم های این زمانه زندگیم سرشار از اشتیاق های مبهم بوده است. میلی مبهم به خوب بودن، میلی مبهم به تحقق هدفهای والاتر. اما با وجود این اشتیاق فاقد یک واژگان منسجم اخلاقی بودم، یک درک روشن نسبت به اینکه چگونه میتوانم یک حیات درونی غنی‌تر
یا حتی آگاهی شفافتری نسبت به چگونگی ایجاد یک شخصیت عمیق داشته باشم. من دریافتم که ما بدون نگاه و توجه موشکافانی به جنبه آدم دو در سرشت خود، به آسانی ممکنه به ورطه میانمایگی خودمدارانه بلغزیم. در این صورت همواره خود رو از هر اتهام و گناهی تبرئه می کنیم. خواسته های خودمون رو تا هر جایی که شما رو به دنبال خود بکشونه تعقیب خواهید کرد و تا زمانی که به طور واضحی به دیگران آزاری نرسونید، خودتون و رفتارتون رو قبول دارید. به این نتیجه می رسید که اگر به نظر می رسه که اطرافیانتون از شما خوششون میاد، پس لابد به اندازه کافی خوب هستید. و در طول این مسیر به تدریج به جایی می رسید که کمی کمتر از اونچه پیشتر انتظار داشتید عالی و چشمگیر هستید. یک شکاف تحقیرآمیز میان آنچه واقعا هستید و آنچه دوست دارید باشید سر باز میکنه. در میابید که صدای آدم یک شما بلند و رساست، اما صدای آدم دو گنگ و نامفهومه. برنامه آدم یک برای زندگی روشن و شفافه، اما برنامه آدم دو برای زندگی مبهمه. آدم یک همواره هوشیار و گوش به زنگه. آدم دو خواب. آدم یک همواره هوشیار و گوش به زنگه. آدم دو خوابگرد و بی هدف. من این کتاب رو در شرایطی نوشتم که مطمئن نبودم بتونم جاده شخصیت رو طی کنم، اما میخواستم دست کم بفهمم که این راه چه شکلیه و دیگر مردمان چطور آن را پیمودند. طرح این کتاب بسیار ساده است. در فصل بعد من یک نوع زیست اخلاقی قدیمی تر رو شرح خواهم داد، یک باور ریشه‌دار در فرهنگ و سنت روشنفکری، باوری با عنوان الوار خمیده که بر ضعف‌های ما انسان‌ها تأکید می‌ورزد. این باوری بود که رسیدن به اون در گروی فروتنی پیشه کردن در برابر محدودیت‌هامون بود. اما در این حال سنتی بود که بیان می کرد هر یک از ما این قدرت را داریم که با ضعف‌هامون مواجه بشیم، در برابر خطاهامون ایستادگی کنیم و در طول چنین مواجههی با خود شخصیت ویژه خودمونو بسازیم. اگر بتونیم به شکل موفقیت آمیزی با ضعف‌ها و خطاهامون مواجه بشیم، این شانس رو خواهیم داشت که نقش ویژه خودمون رو در یک نمایش بزرگ اخلاقی ایفا کنیم. میتونیم به اهدافی فراتر از شادکامی و خوشبختی دست پیدا کنیم. این فرصت رو خواهیم داشت که از تک تک موقعیت‌های روزمره برای ساختن و پروروندن خصلت‌های نیکو در خودمون بهره ببریم و به دنیا خدمت کنیم. سپس توضیح خواهم داد که این شیوه پروراندن شخصیت در زندگی واقعی چگونه است. این کار را از طریق مطالبی شبیه به زندگی نامه انجام می دهم که ضمناً رساله های اخلاقی نیز هستند. از زمان پلوتارک تا امروز، فیلسوفان حوزه اخلاق همواره تلاش کردند که هنجارهای گوناگون مشخصی را به کمک مثالها و الگوها تبیین کنند.
شما قادر نخواهید بود صرفاً با خوندن موعظه ها و یا دنبال کردن یک سری قواعد پیچیده یک آدم دو قدرتمند و غنی بسازید. تجربه و مثال بهترین آموزگاره. پیشرفت‌های اخلاقی تنها زمانی به شکل قابل اطمینان رخ میدن که یک دلگرمی و پشتوانه در پس اون وجود داشته باشه و ما بتونیم با آدم‌هایی در ارتباط باشیم که تحسینشون میکنیم، دوستشون داریم و آگاهانه و ناآگاهانه تلاش میکنیم زندگیمون تقلیدی از زندگی اونها باشه. این حقیقت زمانی برای من روشن شد که در یک ستون روزنامه از این نوشتم که یاد گرفتن اینکه چطور خوب باشیم با بهره گرفتن از چیزی چون یک کلاس درس چقدر دشواره و نوشتم که این موضوع تا چه اندازه من رو عذاب میده. یک دامپزشک به نام دیو جالی ایمیلی برام فرستاد که در اون به همین نکته پرداخته بود. قلب رو نمیتوان با اتکای صرف به تفکر و در کلاس درس و به دانش آموزی که مثل ماشین یادداشت برمیدارن آموزش داد. قلبی که سرشار از نیکی و خرده تنها با یک عمر تلاش سخت برای کاویدن اعماق وجودتان و مرهم نهادن بر زخم‌های یک عمرتان به دست می آید. نمی تونید اون رو آموزش بدید، ایمیل کنید یا توییت کنید. این چیزیه که باید در اعماق وجودتون اون رو کشف کنید. اون هم تنها زمانی که فرد برای چنین چیزی آماده باشه و نه پیش از اون. وظیفه یک انسان خردمند اینه که حس ناامیدی خود رو فرو خورد و تلاش کند در زندگی خود سرمشقی از شفقت، تعمق و سخت کوشی بر جای بگذاره. آنچه انسان خردمند و فرزانه به دیگران می آموزد در حقیقت کوچکترین چیزی است که به دیگران عطا می کند. پیام مهمتری که برای دیگران فرستاده می شود کلیت زندگی اون فرد و چگونگی گذران اون توسط او در جزئی ترین حالتش است. هرگز این رو فراموش نکنید. پیام خود فرد است. فردی که نه تنها با تلاش خود به واسطه یک کوشش انسانهای خردمند پرشماری که بسیارشون پیش از او زیستند و اکنون زیر غبار زمان مدفون شدن به کمال رسیده است. زندگی از افکار، انگیزه ها و تأثیرات ما بسیار بزرگتر خواهد بود. زندگی از افکار، انگیزه ها و تأثیرات ما بسیار بزرگتر خواهد بود. اگر تمام اینها را در یک ساختار عظیم اخلاقی که پیوسته ما را حتی در مواقعی که در تاریکی و سردرگمی به سر میبریم به انجام کارهای بهتر و تبدیل شدن به آدمی بهتر میخواند با یکدیگر آمیخته میشوند.
این سخنان روش این کتاب رو نیز توضیح میده. شخصیت هایی که موضوع فصل های 2 تا 10 این کتاب، مجموعه متنوع، سفید و سیاه، زن و مرد، مذهبی و غیر مذهبی، ادیب و غیر ادیب رو تشکیل میده. هیچ کدوم از این افراد به هیچ وجه انسان کاملی نیستند، اما اونها شیوه ای از زندگی رو در پیش گرفتند که امروز کمتر مرسومه. این افراد به دقت از ضعف‌های خودشون آگاهی داشتند و به نبردی درونی با خطاها و لغزش‌های خود پرداختند و با تکیه بر عزت نفسشون از این نبرد سربلند بیرون اومدن. و وقتی حالا به اونها فکر میکنیم، لزوماً دستاوردهای اونها رو به یاد نمیاریم، گرچه ممکنه دستاوردهای بزرگی هم داشته باشند، بلکه این رو به خاطر میاریم که اونها چه کسانی بودند. من امیدوارم مثال آوردن از این افراد منجر به برانگیختن اشتیاق سوزانی بشه که همه ما برای بهتر بودن داریم و باعث بشه مسیر اون رو در پیش بگیریم. در فصل پایانی کتاب من به نتیجه گیری نهایی از این مضامین میپردازم. این موضوع رو تشریح خواهم کرد که چطور فرهنگ ما خوب بودن رو از همیشه دشوارتر کرده و این نگرش الوار خمیده به موارد مشخص در زندگی را به طور مختصر جمع بندی خواهد کرد. شاید به اضافه است و این نگرش الوار خمیده موارد مشخص در زندگی رو به طور مختصر جمع بندی خواهد کرد. اگر برای دریافتن پیام فشرده و خلاصه این کتاب کم تحمل هستید، میتونید همین حالا مستقیم به سراغ فصل پایانی برید. بعضی اوقات و حتی امروز با افرادی برخورد میکنیم که به نظر میرسه از یک انسجام درونی حیرت انگیز برخوردارن. زندگی اونها یک چیز تک تک و نامنظم نیست و اونها به نوعی یک پارچگی درونی رسیدن. فیلتر اینو عوض نکردم فکر کنم. آرام، متین و عمیقند. طوفان‌ها هم نمیتونن اونها را از مسیرشون منحرف کنن. مدام در حال دست و پنجه نرم کردن با پریشانی نیستن. ذهنشون استوار و قلبشون اطمینان بخشه. فضایل اونها متفاوت از فضایل پرزرق و برقه که در دانشجوهای کالج ها میبینیم. فضایل اونها مجموعه‌ای بلوغ یافته از خصلت‌هایی که در افرادی به چشم می‌خوره که از چیزهای کوچیک زندگی هم لذت می‌برند و سعی می‌کنند از خوشی‌ها و رنج‌هاشون درس بگیرن. گاهی وقت‌ها اصلاً متوجه این آدم‌ها هم نمی‌شیم، چرا که با وجود مهربانی و خوشرویی عموماً کم حرف و در سخن گفتن محتاطند. آنها به مانند افرادی که مایلند بدون آنکه بخواهند چیزی رو به دنیا ثابت کنند برای دیگران سودمند باشند.
از فضایلی برخوردارن که نشون دهنده دوری گزیدن اونها از جلب توجه دیگرانه. فروتنی، خیشتنداری، کمگویی، میان روی، احترام و تأدیب نفس. اونها نوعی شعف روحی از خود ساطع میکنن. وقتی به سختی به چالش کشیده میشن به نرمی پاسخ میدن. وقتی به شکلی غیر منصفانه مورد توهین و پرخاش قرار میگیرن سکوت پیشه میکنن. وقتی دیگران سعی در تحقیرشون دارن با متانت برخورد میکنن و وقتی سایرین سعی در تحریکشون دارن آرام و موقر باقی میمونند. اما اونها کسانی هستند که کارها رو به سرانجام میرسونند. اونها عالی ترین جلوه های ایثار از خودگذشتگی رو با چنان روحیه فروتنانه ای از خود به نمایش میذارند که گویی مشغول خرید روزانه شون هستند. اونها به کار فوق‌العاده‌ای که در حال انجام اون هستن فکر نمی کنند. اصلاً به خودشون نمی اندیشند. عیب‌ها و کمبودهای آدم‌های اطرافشون اونها رو سر شوق میاره. کارهایی که نیاز و انجامشون است رو تشخیص میدن و انجامش میدن. وقتی با اونها حرف میزنید در شما این حس رو به وجود میارن که باهوشتر و بامزه‌تر هستید. با طبقات اجتماعی گوناگون طوری برخورد میکنن که گویی نسبت به وجود چنین اختلافاتی در این طبقات و نوع برخورد یکسان خود با اونها آگاه نیستن. پس از گذشت مدتی از شناختن اونها به این نکته توجه خواهید کرد که هرگز ندیده اید که خود ستایی کنند و یا نشنیده اید که خود را در جایگاه حق بپندارند و یا سرسختانه در مورد قطعیت یک موضوع سخن بگویند. پس از گذشت مدتی از شناخت اونها به این نکته توجه خواهید کرد که هرگز ندیده اید که خود ستایی کنند یا نشنیده اید که خود رو در جایگاه حق بپندارند و یا سرسختانه در مورد قطعیت یک موضوع سخن بگویند. اونها هرگز تلاش نمی کنند تا در میان حرفهاشون مدام به متمایز بودن خود یا دستاورداشون اشاره کنند. زندگی این افراد همیشه هم سرشار از آرامش و عاری از کشمکش نبوده، اما تقلای اونها به بلوغ منجر شده. اونها به روش خود به راه حلی برای مسئله اساسی زندگی رسیدن. مسئله‌ای که آنگونه که الکساندر سولژنیستین میگه عبارت است از خطی که نیکی رو از بدی جدا میکنه. از میان کشورها یا طبقات مختلف مردم یا احزاب سیاسی عبور نمی کنه، بلکه دقیقاً از وسط قلب تمام آدمیان می گذره. اونها آدم هایی هستند که شخصیت درونی مستحکمی برای خود ساختند و به اون عمق بخشیدند. در این آدم ها در پایان تمام کشمکش ها بالا رفتن از نردبان موفقیت در برابر کوشش اونها برای هرچه ژرف‌تر کردن روح و ضمیرشون رنگ می بازه. در اونها پس از گذروندن یک عمر در جستجوی تعادل
آدم یک در برابر آدم دو سر تعظیم فرود میاره. اینها افرادی هستند که ما به دنبالشون هستیم. بله، فیلترش رو عوض کردم. نه اصلا فیلتر نداشته بودم.